ساعت 3:30 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی خوش آمدید. من نازنین جوید هستم. هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد احتمال مرگ میلیون‌ها آفریقایی در بحران کرونا. اختصاص کارگروه تازه‌ای در بریتانیا برای کشف واکسن کرونا و مهار کرونا در آلمان به گفته مقامات این کشور. تازه‌ترین خبرهای مربوط به کرونا را در طی برنامه خواهید شنید. و بالا گرفتن حدس و گمان‌ها درباره منشأ ویروس کرونا. این ویروس ممکنه که توی آزمایشگاه استفاده شده باشه و با یک اشتباه ممکنه که اومده باشه بیرون، ولی در حال حاضر ما هیچ کدوم از گزارش‌های علمی که داریم این رو تصدیق نمی‌کنه. پیش از اینها خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از 150 هزار نفر گذشته. در همین حال مقامات شهر ووهان، منشأ اولیه شیوع ویروس کرونا، آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به این ویروس را اصلاح کردند. این تعداد که پیشتر 1290 نفر اعلام شده بود، به 3869 نفر افزایش یافته. آمار رسمی اعلام شده توسط دولت چین از زمان آغاز شیوع کرونا مورد تردید شماری از کشورها بود. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته درباره مؤثر بودن آزمایش پادتن یا آنتیبادی برای مقابله با ویروس کرونا ابراز تردید کرد. دکتر مایکل رایان، رئیس برنامه امور اضطراری این سازمان، گفت دانشمندان هنوز درباره ایجاد مسئولیت در برابر این ویروس توسط پادتنها اطمینان ندارند. بسیاری از داده‌های اولیه که به دست ما رسیده حاکی از اینه که آنتی‌بادی در تعداد کمی از افراد ترشح شده. در ایران با وجود ادامه شیوع ویروس کرونا، احمد مروی متولی آستان قدس رضوی از تهیه دستورالعملی برای بازگشایی مکان‌های زیارتی با همکاری وزارت بهداشت و نهادهای مذهبی دیگر خبر داده. آقای مروی گفته با فراهم آمدن مقدمات لازم و با رعایت ضوابط بهداشتی مکان‌های مذهبی به روی زائران باز خواهند شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان ویروس کرونا را در شبانه روز گذشته 89 نفر و تعداد کل قربانیان را 4958 نفر اعلام کرده. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران حاکی از کاهش شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا است. و در اسرائیل بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز، دو برنده انتخابات اخیر، یک بار دیگر از رسیدن به توافق بر سر تشکیل کابینه باز ماندند. اکنون با به پایان رسیدن ضرب الاجل قانونی، کنست یا پارلمان اسرائیل وظیفه انتخاب نخست وزیر را بر عهده خواهد گرفت و در صورت شکست یک بار دیگر باید انتخابات سراسری برگزار شود. اسرائیل از ماه آوریل سال گذشته به یک بن‌بست سیاسی برخورده و برگزاری 3 انتخابات ظرف 12 ماه گذشته هم نتوانسته به حل این بحران کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از امیر پیام. فرصت برای بنی گانتز، رهبر ائتلاف چپ میانه آبی و سفید، چهارشنبه شب به پایان رسید و کار تعیین نامزد جدید برای پست نخست وزیری جمعه صبح به پارلمان اسرائیل واگذار شد. اکنون اگر 120 نماینده پارلمان بتوانند نامزد جدید انتخاب کنند، آن فرد 14 روز فرصت خواهد داشت تا دولت تشکیل دهد. اگر پارلمان موفق نشود یا اصلا کسی انتخاب نشود، پارلمان منحل و در تاریخ 4 اوت بار دیگر انتخابات برگزار خواهد شد. ممنون که به رادیو فارسی بی بی سی گوش میکنید. به چشم‌انداز بامدادی شنبه 3 فروردین 1399 برابر با 18 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشغانی تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. در حالی که سازمان بهداشت جهانی از افزایش 60% آمار مرگ و میر در قاره آفریقا بر اثر کرونا در هفته گذشته خبر داده، سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است میلیون‌ها آفریقایی جان خود را در این بحران از دست بدهند. دولت بریتانیا کارگروه ویژه‌ای برای کشف واکسن کرونا تشکیل داده و آلمان خبر داده گسترش این ویروس مرگبار را مهار کرده. مهنوش پوزیای، خبرنگار بی بی سی از واشنگتن، گزارش می‌دهد. داده ممکن است بالغ بر 3 میلیون نفر از مردم آفریقا بر اثر بحران کرونا و ابتلا به این ویروس جان خود را از دست بدهند. بر اساس گزارش تازه این سازمان که روز جمعه منتشر شده،
میزان قربانیان احتمالی این قاره میتواند با توجه به تدابیر دولت‌ها برای مقابله با ویروس در بهترین حالت 300 هزار نفر و در بدترین شکل بیش از 3 میلیون نفر باشد. ویروس کرونا 2019 آفریقا را دیرتر از سایر نقاط جهان گرفتار خود کرده، ولی تا همین حالا نزدیک به 15 هزار مبتلا و 800 قربانی به جا گذاشته است. در بسیاری از نقاط این قاره مردم باید بین قرنطینه و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. بهره‌مندی از مراکز درمانی مجهز در نقاط مختلف این قاره یکسان نیست و نگرانی از این است که در مناطق فقیر ویروس بسیاری را قربانی کند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد برای حل این بحران، آفریقا به 100 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد تا کشورها بتوانند به نیازهای مبرم برای ایمن کردن شهروندانشان پاسخ دهند. در همین حال دولت آلمان خبر داده موفق به مهار گسترش ویروس کرونا شده و قرنطینه یک ماهه در این کشور مؤثر بوده. به گفته وزیر بهداشت آلمان از 3 روز گذشته تعداد افراد بهبودیافته در این کشور از تعداد موارد تازه ابتلا به مراتب بیشتر بوده. تا کنون 3868 نفر در آلمان جان خود را از این بیماری از دست دادند که نسبت به سایر کشورهای اروپایی بسیار کمتر است. دولت بریتانیا از تشکیل هیئت ویژه تولید واکسن کرونا خبر داده، اگرچه همزمان هشدار داده که مأموریت این گروه بسیار دشوار خواهد بود و ضمانتی در موفق شدن آنها نیست. فرانسه در جایگاه 4 کشور جهان از نظر میزان تلفات مبتلایان به ویروس کرونا روز جمعه اعلام کرد برای 3 روز متوالی تعداد افراد مبتلا و بستری در بیمارستان‌های این کشور کاهش داشته. در تایلند دولت کیوسک‌های تلفن همگانی را به کیوسک‌های آزمایش ویروس کرونا تبدیل کرده و گفته استفاده از آنها را تا پایان ماه آوریل اجرایی خواهد کرد. دولت تایلند امیدوار است با استفاده از این کیوسک‌ها ریسک ابتلای کادر درمانی به ویروس را کاهش دهد. در روسیه ولادیمیر پوتین روز جمعه یک بار دیگر هشدار داده که این کشور هنوز به نقطه اوج گسترش ویروس کرونا نرسیده و روزهای دشوارتری در پیش خواهد داشت. روسیه در 24 ساعت گذشته بیش از 4000 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا گزارش کرده و رئیس جمهوری این کشور از افتتاح 2 بیمارستان جدید برای پذیرش بیماران مبتلا به این ویروس خبر داده است. مهنوش پورزیایی گزارش می‌داد. برنامه با مطلبی از ایران ادامه می دهیم. در حالی که مراسمی نظیر رژه ارتش سرخ در روسیه لغو شده، در ایران مراسم روز ارتش دیروز برگزار شد، اما این مراسم تحت تاثیر شیوع کرونا امسال شکلی متفاوت داشت. نیروهای نظامی در نقاط مختلف ایران این بار تجهیزات پزشکی خود را به نمایش گذاشتند. این در حالی بود که آمار وزارت بهداشت ایران از حدود 1500 مورد جدید ابتلا به کرونا 89 قربانی ببخشید وزارت بهداشت ایران میگوید از حدود 1500 مورد جدید ابتلا به کرونا 89 قربانی جدید دیده شده، ارقامی که به گفته این سازمان سیر نزولی کرونا را نشان می‌دهد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. نه از توپ و تانک خبری هست و نه از رژه منظم سربازان مسلح. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 99 مانند بسیاری دیگر از اتفاقات این روزها زیر سایه سنگین کرونا به این شکل برگزار شد. نمایش تبلیغاتی دفاع، اما نه در برابر یک ارتش خارجی، بلکه در برابر یک ویروس فراگیر. ظرف 24 ساعت اخیر 1499 نفر. اگرچه آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید بعضی از ناظران مستقل روبروست، اما به هر حال همین آمار نشان می‌دهند که شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه دارد. خبری که چند هفته است هر روز از زبان این مقام وزارت بهداشت منتشر می شود. کیانوش جهانپور که حالا دیگر یکی از آشناترین چهره‌ها در ایران است. بر اساس آماری که آقای جهانپور امروز اعلام کرد، در 24 ساعت گذشته 89 نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. همچنین نتیجه آزمایش نزدیک به 1500 نفر مثبت بوده. با احتساب این آمارها، تعداد کل قربانیان ویروس کرونا تا امروز بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران نزدیک به 5000 نفر است. همچنین تعداد کل مبتلایان به آستانه 78000 نفر رسیده. البته از این تعداد حدود 54 هزار نفر بهبود یافتند.
اما به رغم این آمارها و تصاویری که تلویزیون ایران از بیمارستان‌ها و دشواری‌های کادر درمانی پخش می‌کند، مسیر بازگشایی برخی صنوف و کاهش سختگیری‌های پیشین ادامه دارد. این مسئله به نگرانی‌های هم دامن زده و وضعیت مبهمی به وجود آورده که موجب شده تا حتی یکی از معاونان وزارت بهداشت هم درباره مسئله هشدار بدهد و تأکید کند که فاصله گذاری اجتماعی باید همچنان رعایت شود و وضعیت به هیچ وجه عادی نیست. همه اینها در حالی است که دولت با انتقادهای فزاینده‌ای درباره چگونگی برخورد با کرونا روبروست، انتقادهایی که موجب شد تا شخص وزیر بهداشت با انتشار یک نامه سرگشاده به تعدادی از آنها پاسخ بدهد. وزیر بهداشت نامه‌اش را خطاب به مسعود نیلی از اقتصاددانهایی که زمانی به حسن روحانی نزدیک بود نوشته است. او در پاسخ به انتقادهای آقای نیلی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده بود، مدعی شده که از ابتدا خواستار لغو پروازها از چین بوده، اما توضیح نداده که این پیشنهاد او چه اثری گذاشته و آیا اجرا شده است یا نه. برای این گروه، یعنی بیماران و پزشکان و پرستارانی که هفته هاست شب و روزشان به کرونا گره خورده، حالا صحبت از لغو پرواز آنقدر اثر بخش نیست که برنامه ریزی برای حل مسئله و البته تدابیری برای جلوگیری از شیوع وسیع تر کرونا، یعنی همان نگرانی قابل توجهی که با کاهش محدودیت های رفت و آمد به شدت افزایش یافته. کیوان حسینی گزارش می داد. چشمانداز بامدادی را از بی بی سی در لندن می شنوید. وزارت بهداشت یا صحت افغانستان اعلام کرده که با شناسایی 66 مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 906 نفر رسیده. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه تاکنون 11% از بیماران بهبود یافته و 3% دیگر جان باختند. آمار این وزارتخانه نشان می‌دهد که بیشتر مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور جوانان و 75% مرد هستند. در بسیاری از شهرهای افغانستان محدودیت‌های تردد برای شهروندان وضع شده. همچنین دولت اعلام کرده که در نظر دارد بودجه بیشتری برای مبارزه با شیوع کرونا اختصاص دهد. با همکارم نسرین نوا در کابل در تماس هستیم تا ببینیم تازه‌ترین خبرها در رابطه با ویروس کرونا در افغانستان چیه. صبح زودت بخیر در کابل نسرین. تازه‌ترین خبرها چیه و در مورد برنامه‌های دولت چی میتونی به ما بگی؟ نکته تازه و مهمی که میشه به او اشاره کرد در بین صحبت‌های شما هم بود این که برخلاف خیلی از کشورهای دیگه در افغانستان اعلام شده که بیشتر مبتلایان جوانان هستند، بیشتر بین سن 20 تا 29 سال. این باعث شده که نگرانی افزایش پیدا بکنه که چطور ممکنه که ویروسی که میگفتن بیشتر افراد مسن را مبتلا میکنه چرا در افغانستان بیشتر و جوانان رسیده. اما در مورد حالا صحبتی نشده. باز هم مثل همیشه وزارت صحت هر روز آمار رسمی را اعلام میکنه، تازه ترین ها را، و هنوز هم کابل و هرات در صدر قرار دارن، بلندترین آمار را دارن. کابل با داشتن بیش از 280 مورد و هرات هم با داشتن بیش از 320 مورد. دولت به دلیلی که آمار در هرات این چند روز قبل تا حدی پایین آمده، شهری که بلندترین آمار مبتلا را داره و اول ویروس کرونا هم از اونجا شیوع پیدا کرد، تا حدی فکر میکنه برنامه های موثری داشته. یعنی مدعی هست که محدودیت تردد و قرنطینه شهرها خصوصا هرات تانسته تا جایی نتیجه بده. همینطور تصمیم گرفته که این محدودیت را برای مدت نامعلومی در هرات تمدید بکنه. البته چند روز قبل از تقریبا 2 ماه محدودیت صحبت کرد. در کابل هم فعلا ما در حالت قرنطینه به سر میبریم، محدودیت ها زیاد هست و گفته شده تا 2 هفته دیگه ادامه داره و احتمال میره که باز هم تمدید بشه. ولی برنامه های مهم دولت برای مبارزه با این ویروس ایجاد کارخانه تهیه لباس های محافظتی هست که فعالیتش را شروع کرده. مقدار زیادی پول دولت در صورت فعالیت این کارخانه ذخیره میشه و قرار هست که به نیازمندان کمک بشه. دولت همچنان به کمک های خودش برای نیازمندان ادامه میده. تقریبا 2 هفته شد مواد غذایی به خانواده هایی که مستضعف هستن میرسانه. در کنار این که دولتی کار را میکنه، بعضی نهادهای خصوصی، جامعه مدنی، مردم هم، کسانی که توانش را دارن چنین کاری میکنن، چون در این وضعیت کسانی که روزمزد هستن درآمد روزانه ندارن، ادامه زندگی برشان سخت میشه.
همینطور دولت حرف از این داره که قرار است بودجه بیشتر به خاطر مبارزه با کرونا اختصاص بده، قرار هست بودجه ملی تعدیل بشه و یک مقدار بیشتر از بعضی پروژه های دیگه و برنامه های دیگه به خاطر مبارزه با کرونا اختصاص داده بشه. و همینطور دولت گفته چانه زنی ها و رای زنی هایی هم با جامعه جهانی داره تا اینکه بتونه کمک های بیشتری به خاطر کرونا به افغانستان اختصاص بدن. متشکرم نسرین. با نسرین نوا در کابل صحبت میکردم. از کابل سری میزنیم به آلمان. وزیر بهداشت آلمان دیروز خبر از کنترل نسبی کووید 19 در این کشور داد. ینس اشپان گفته در هفته اخیر تعداد بیمارانی که بهبود یافتند از تعداد مبتلایان روزانه بیشتر بوده. بر اساس آمار مؤسسه رابرت کوخ که مرکز تحقیقات و کنترل بیماری های عفونی است، در آلمان حدود 3500 نفر در اثر کرونا در این کشور جان باختند که با توجه به آمارهای دیگر کشورهای اروپایی به موفقیت نسبی این کشور تعبیر شده. ساعت پیش گفتگویی داشتم با عرفان کسرایی، روزنامه‌نگار علمی و عضو انجمن فلسفه علم آلمان، و ابتدا از او پرسیدم چه شیوه‌هایی در آلمان به کار گرفته شده که آمار پایین را نشان می‌دهد. سلام بر شما. ببینید، آماری که منتشر شده مبنی بر این که آلمان تونسته مدیریت کنه بعد از یک بحران بزرگ، به خصوص در ماه مارس که به شدت افزایش پیدا کرد شمار مبتلایان به ویروس کرونا جدید، از جنبه‌های مختلفی میشه بهش نگاه کرد. نرخ پایین مرگ و میر نسبت به مبتلایان در آلمان سوالی بود که بسیاری تر می‌کردند، به دنبال پاسخ بودند براش. 1.9% در مقایسه با آمار بسیاری از کشورها، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، امریکا و اسپانیا، بسیار بسیار پایین تره. و خب این پرسش مطرح شد که چرا به صورت معنادار نرخ مرگ و میر در آلمان پایین هست. دلایل بسیاری براش ذکر شده، دانشمندان، کارشناسان بهداشت در سراسر جهان راجبش حرف زدن، این سوال رو پرسیدن که چطور ممکنه که نرخ مرگ و میر در آلمان به صورت معنادار به این شکل پایین تر باشه. چند مورد رو به صورت عمده پژوهشگران دربارش نظر دادن. یکی از اونها تعداد تخت های آی سی او هست که در آلمان حتی پیش از این همه گیری جهانی به مراتب بیشتر و مجهزتر بود از سایر کشورها، 34 تخت به ازای هر 100,000 نفر، که این تعداد الان تقریبا حتی بعد از همه گیری دو برابر شده، الان نزدیک به 40,000 تخت آی سی او در آلمان وجود داره که دو برابر میزان قبلی هست. از بسیار از کشورها بیشتر، از ایالات متحده بیشتره، از ایتالیا، از انگلستان بیشتره. یکی از دلایلی که ذکر کردن اینه، شبکه درمانی بسیار بسیار پیشرفته آلمانی هاست. دوم اینکه آلمانی ها خیلی زود شروع کردن به تست گرفتن و همون ابتدا هم مدارس رو تعطیل کردن، تا به حال نزدیک به 1,000,000 نفر تست کرونا گرفتن. و اینکه اجتماعات رو خیلی سریع ممنوع کردند، بنابراین یکی دیگه از دلایل میتونه این باشه. و اقداماتی مثل ممنوعیت اجتماعات و فاصله گذاری اجتماعی، این هم خیلی سریع اجرا شد. و مورد سومی که برخی از کارشناسان میگن اعتمادیه که نسبت به مراجع رسمی وجود داره، نسبت به انستیتو رابرت کوخ در آلمان، نسبت به دولت مردان و سیاست مداران آلمانی، که اونچه که راه حل هایی که ارائه میدادن خیلی سریع مردم اونها رو رعایت میکردن. و بنابراین ما شاهد هستیم که الان نرخ کسانی که بهبود پیدا کردن بیشتر شده از کسانی که مبتلا شدن. خب آقای کسرایی، میتونید بگید که آمار ابتلا و مرگ و میر در آلمان الان چی هست، اون چیزی که منتشر شده؟ بله، ببینید، در آلمان چیزی در حدود تقریبا 140,000 نفر مبتلا شدن، از این میان بیش از 4,000 نفر، تقریبا 4,000 نفر جان خودشون از دست دادن. اما آمارها متفاوته به خاطر اینکه مراجعی که تعداد آمارها رو در آلمان اعلام میکنه هم متفاوته. معتبرترین مرجعی که در آلمان هست انستیتو رابرت کوخه، اما خب برخی از این منابعی که اخبار لحظه به لحظه کرونا رو منتشر میکنند از دانشگاه جان هاپکینز در امریکا میگیرند، که خب اون یه مقداری گاهی متفاوته. دلیلش هم اینه که اونها غیر از داده هایی که از رابرت کوخ اینستیتوت میگیرند، از منابع محلی هم دریافت میکنن اطلاعاتشون رو، بنابراین یه مقدار آمارا متفاوته. بنابراین اما حدوداً چیزی در حدود 4,000 نفره. اما نسبت این مسئله، نسبت به کسانی که مبتلا شدن در آلمان
پایین‌تره. و این مسئله دیگه‌ای که مقامات آلمانی در روزهای اخیر اعلام کردن، میزان انتقالی که کاهش پیدا کرد از اول مارس. خب آیا مقامات و مسئولان گام بعدی رو اعلام کردن یا گام‌های بعدی؟ چجوری قرار زندگی به شرایط عادی برگرده؟ طرح کلی مقامات بهداشت درمان آلمان و اونطور که مسئولین ارشد انیستیتو رابرت کوخ اعلام می‌کنند، طرح پلکانی و در واقع گشایش تدریجی این وضعیت است. یعنی تا الان، تا این لحظه، از 20 ماه آپریل به تدریج مغازه‌ها و کسب و کارهای کوچک باز میشه، اگرچه با رعایت اصول بهداشتی که خب براشون تعیین شده، و بعد هم از روز سوم چهارم ماه می به تدریج مدارس باز میشه. همونطور گفتم این تحول یک شبه نیست، باز باید ببینن چی میشه. گفتگویی بود با عرفان کسراهی، روزنامه‌نگار علمی و عضو انجمن فلسفه علم آلمان. و حالا ببینیم تاثیرات کرونا در آمریکا چی بوده. در حالی که معترضان در چند ایالت با محدودیت‌های آمده شده ناشی از شیوع ویروس کرونا مخالفند و میگویند این محدودیت‌ها به آنها آسیب می‌زند، مقام‌های بهداشتی تاکید دارند که لغو زود هنگام این محدودیت‌ها به بازگشت کرونا خواهد انجامید. در این میان دونالد ترامپ هم در توییتر خواستار آزادی چند ایالت از قید قرنطینه شده، ایالت‌هایی که فرمانداران آنها دموکراتند. آمریکا روز گذشته، یعنی پنجشنبه شاهد مرگ 4591 نفر در طی 24 ساعت بود، بالاترین آمار روزانه از زمان آغاز ویروس کرونا در ایالات متحده. با همکارم امیر پیام در تماس هستیم تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. امیر، اول با آمار 24 ساعت گذشته، که البته برای شما 24 ساعت گذشته است، برای ما یک روز هم باید بهش اضافه بکنیم، که بیش از 4500 نفر بوده در این یک روز، که یعنی این عده مردن، از سایر ارقام و آمار هم برامون بگو. سلام نازنین، همونطور که اشاره کردی آمار خیلی عجیبی هست. در حقیقت مهمان قبلی شما میگفتش که آلمان در طول مدت شیوع کرونا روی هم رفته حدود 4000 نفر جان باخته داشته، ولی آمریکا فقط در 24 ساعت گذشته، یعنی از پنجشنبه تا جمعه که هنوز یک ساعت پیش در آمریکا باقی مونده، 4591 نفر جان خودشون رو از دست دادند و اینطوری شمار کل جان باختگان آمریکا به 37000 نفر رسید. همین چند دقیقه پیش داده شمار وبسایت جان هاپکینز مجموع مبتلایان در آمریکا رو هم از مرز 700000 نفر رد شده اعلام کرد و 701000 نفر برآورد کرد، و این آمار هم تقریبا میشه گفت مجموع ابتلاها در کل کشورهای بزرگ اروپا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا رو با هم دیگه و اسپانیا رو که با هم دیگه جمع بزنیم تقریبا برابر اون چیزی میشه که در آمریکا وجود داره. البته دو عامل اینجا مهم هست، یکی اینکه آمریکا تا الان بیش از 3.5 میلیون تست انجام داده و خب هر چقدر بیشتر تست گرفته شده باشه احتمال اینکه مبتلایان بیشتری شناسایی بشن هست، و جان هاپکینز از امروز شروع کرده آمار اون افرادی که مشکوک به کرونا هستش مرگشون، اونها رو هم محاسبه کرده. میدونیم در آمارهای رسمی فقط اونهایی که بعد از تست مثبت کرونا فوت کردن در آمار کشته شدگان محسوب میشن، ولی جان هاپکینز از امروز اونهایی که احتمالاً در ارتباط با کووید 19 یا کووید 19 بودن رو هم به آمارهاش اضافه کرده. امیر، ظاهرا تصمیم دونالد ترامپ برای بازگشایی بنگاه‌های اقتصادی و ادارات مورد قبول بعضی از فرماندارا نیست و اختلاف بین اونها خیلی علنی شده. در این موردم برامون بگو. از دیروز که آقای ترامپ و کارشناسان مرکز کنترل بیماری‌ها یک دستورالعملی رو پیشنهاد دادن و یک سری شروط رو گفتن، بر اگر ایالت‌ها بتونن این شروط رو رعایت بکنن، مثل تست گرفتن زیاد، مثل اینکه در 14 روز گذشته آمارها همش رو به پایین مونده باشه یا ثابت مونده باشه، میتونن کم کم به صورت مرحله‌ای بازگشایی بکنن اقتصادهای خودشونو. یک دو دستگی اتفاق افتاده. یک سری از ایالت‌ها که فرمانداران آنها دموکرات هستن، اکثرا هم در شرق یا غرب آمریکا هستن، تردید دارن در اینکه اگر عجله بکنن ممکنه موج دوم کرونا بازگرده، ولی ایالت‌های میانی آمریکا تا حدودی و اغلب اونها هم جمهوری خواهان تا حدودی اعلام آمادگی کردن. مثلا در تگزاس فرماندار گفته که ما به زودی شروع میکنیم بازگشایی رو، ولی در نیویورک
اندرو کومو فرماندار امروز علاوه بر اینکه دوباره از دولت آقای ترامپ انتقاد کرد که میزان تست هایی که فراهم کرد دولت فدرال به قدری نیست که بشه به زودی به سمت بازگشایی رفت، اعلام کردش که قرنطینه رو تا 15 ماه می تمدید کرده. در مریلند جایی که ما هستیم هم همین اتفاق افتاده و انتظار میره در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و چند ایالت دیگه هم احتمالاً این قرنطینه تا آخر ماه می ادامه پیدا کنه، چرا که نگران هستن که اگر بخوان برگردن و زود بخوان این کارو انجام بدن بدون اینکه زیرساخت‌های اون رو فراهم کرده باشن، موج دوم کرونا برگرده. ولی آقای ترامپ همونطور که اشاره کردید در توییتر تاخته، مخصوصاً به ایالتی که فرماندهان دموکرات دارن و اعتراض‌هایی هم در اون حاتیه چند روز گذشته بوده، مثل میشیگان، مثل ویرجینیا، و با این توییت که اونها رو آزاد بکنید به یک نوع مخالفت خودش رو با شرایطی که در این ایالت ها هستن اعلام کرده. این در صورتیه که کارشناسان خود مرکز کنترل بیماری های دولت آمریکا هم توصیه کردن و گفتن تمام دستورالعمل هایی که ما برای بازگشایی تعیین کردیم به شرطیه که ایمنی و حفظ جان مردم، نه بنگاه های اقتصادی، به عنوان اولویت اول فرض بشه. متشکرم هستم امیر. با تشکر از امیر پیام در واشنگتن. خب منتظر پیام های شما هم هستیم درباره مطالبی که در برنامه میشنوید و تجربیات شخصی خودتون در این روزهای کرونایی. از حال و روز خودتون و تجربیاتتون بگین. اگر در آمریکا زندگی میکنید بگید که با محدودیت های آمد و شد و تعطیل بودن کسب و کارها موافقید یا نه. در فیسبوک و در تلگرام منتظر پیام های شما هستیم. این هم راه های تماس با ما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-2222. چشم‌انداز بامدادی رو با بخش اول مرور روزنامه های ادامه میدیم با فرشته قاضی، روزنامه‌نگار در آتلانتا. بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با برویم سر اصل مطلب از جهان صنعت. آقای رئیس جمهور: اوضاع خوب نیست، واقعیت‌ها رو بپذیرید، از ستاره صبح و به یک اشاره از وطن امروز. خب جهان صنعت در این مطلب پرداخته به بودجه و وضعیت اقتصادی کشور چی نوشته؟ محمد صادق جنان‌صفت در سرمقاله این روزنامه بودجه 99 رو آینه تمام قدی از اقتصاد کشور دونسته که به نوعی در بخش درآمدها خانه‌ای روی آب و آدرس دقیقی از ورشکستگی مالی دولت رو میده. آقای جنان‌صفت نوشته در این شرایط که دولت نمیتونه یا نمیخواد هزینه‌های تعهد شده در بودجه رو کاهش بده، چه باید بکنه؟ 4 راهکار رو در واقع نویسنده اشاره کرده بهش. یکی این که برای رفع گرفتاری مالی دولت میشه روی کمک و قرضگیری از نهادهای مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای تحت تملک نهادهای خاص و آستانه قصر رضوی حساب کرد. راهکار دیگه این هستش که به مردم گفته بشه که در واقع واقعیت‌ها رو بپذیرن و سطح رفاه مادی خود رو از این میزانی که هست هم کمتر بکنن و کمتر بخورن و کمتر بنوشن. راهکار دیگه هم اینه که ایران به طور رسمی از چین و روسیه که خود رو متحد ایران میدونن بخواد در کوتاه‌ترین زمان به ایران وام بدن و شتابی برای دریافت وام خود نداشته باشن. آقای جنان‌صفت به عنوان راهکار 4 رفته سراغ باز شدن قفل بزرگ. به اعتقاد خودش اون هم اینکه قفل بزرگ در سیاست خارجیه و در پله اول مناسبات ایران با آمریکاست. مطلبی که از روزنامه ستاره صبح انتخاب کردی اون هم در مورد وضعیت اقتصادیه و این روزنامه توصیه میکنه به دولت که باید واقعیت‌ها رو بپذیره. علی صالح آبادی در سرمقاله این روزنامه انتقاد کرده از اینکه مقامات جمهوری اسلامی همیشه تلاش می‌کنن تصویر و جلوه خوب از اوضاع کشور در زمینه اقتصاد و زندگی مردم ارائه بدن، در حالی که واقعیات و مشاهدات عینی و میدانی تصویر دیگری از اوضاع نشون میده. آقای صالح آبادی نوشته در این شرایط سخت 2 راهکار میتونه فشارها رو از گرده مردم برداره. یکی استفاده از شرایط کرونا برای تنش زدایی با ایالات متحده با هدف کاهش تحریم هاست. اما سوال اینه که در شرایط فعلی نزدیکی چند قایق ایرانی به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به کاهش تحریم‌ها می انجامه یا کمک به
ادامه و تشدید تحریم ها میکنه. راهکار دیگه هم به اعتقاد نویسنده اینه که اموال آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام در واقع برای حمایت از مردم در اختیار مردم قرار بگیره. و در پایان هم وطن امروز، مطلبی که از این روزنامه انتخاب کردید، موضوعی است که اکثر روزنامه‌های استورگرای امروز بهش پرداختن. این روزنامه چی نوشته؟ این قضیه برخورد چند قایق سپاه با چند ناو آمریکایی تیتر یک و عکس یک همه روزنامه های اصولگرا در ایران هست. کیهان به عنوان خط و نشان سپاه برای ناو آمریکا ازش یاد کرده و این خلیج فارس جای یانکی ها نیست. صبح نو از دور اقتدار سپاه برای حراست از خلیج ایرانی نوشته و معتقده که نظامیان آمریکایی با نزدیکی به مرزهای ایران و در بعضی مواقع با نقض حریم ایران سعی در ایجاد حساسیت و تنش‌زایی دارن و مدل پاسخدهی ایران به این واکنش‌ها میتونه میزان آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدات بزرگتر رو به نمایش بگذاره. فرشته قاضی و بخش اول مرور روزنامه‌های امروز تهران. فرصتی است که نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر مهم. شماره قربانیان ویروس کرونا در جهان از 153,000 نفر گذشت. در همین حال مقامات شهر ووهان، منشأ اولیه شیوع ویروس کرونا، آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به این ویروس را 50% افزایش دادند. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته درباره مؤثر بودن آزمایش پادتن یا آنتی‌بادی برای مقابله با ویروس کرونا ابراز تردید کرد. در ایران با وجود ادامه شیوع ویروس کرونا، احمد مروی متولی آستان قدس رضوی از تهیه دستورالعملی برای بازگشایی مکانهای زیارتی با همکاری وزارت بهداشت و نهادهای مذهبی دیگر خبر داده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان ویروس کرونا را در شبانه روز گذشته 89 نفر و تعداد کل قربانیان را 4,958 نفر اعلام کرده. و در اسرائیل بنیامین نتانیاهو و بنی گنتس دو برنده انتخابات اخیر یک بار دیگر از رسیدن به توافق بر سر تشکیل کابینه باز ماندند. فرصتی است که نگاهی بندازیم به مطالب نیمه دوم برنامه. گزارشی داریم یا مطلبی داریم درباره گزارش‌هایی که در رسانه‌های آمریکا منتشر شدند مبنی بر اینکه مبنی بر احتمال به بیرون راه پیدا کردن ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان چین. این در رسانه‌های آمریکا منتشر شدن گزارش‌ها. خبرهای کوتاهی از ایران داریم، خبرهای ورزشی، بخش دوم مرور روزنامه‌ها و البته هفت شنبه. داره ما رو حریص‌تر میکنه، مگه دوری میتونه عشق رو کمتر. ویروس جدید کرونا از کجا آمده؟ منشأ آن کجاست و چگونه به انسان‌ها منتقل شده؟ این سوالی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و خیلی از رسانه‌ها را به فکر یافتن جوابی برای آن انداخته. از جمله فاکس نیوز که روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع خود نوشت به احتمال قوی ویروس جدید کرونا از طریق آزمایشگاه تحقیقاتی فوق حساس در ووهان به بیرون راه پیدا کرده. جزئیات بیشتر از ناصر مدنی. گمانه‌زنی‌ها درباره منشأ ویروس کووید 19 مانند خود این ویروس همگیر و جهانی شده و این سوال اساسی که آیا نقطه صفر داستان بازار حیوانات ووهان در چین بوده یا یک آزمایشگاه ویروس شناسی با درجه امنیتی بالا در این شهر، سوالی که از رئیس جمهوری آمریکا هم پرسیده شد. آقای رئیس جمهور، منابع مختلفی به فاکس نیوز گفتند که کرونا از یه آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان چین به بیرون انتقال پیدا کرده. علتش هم رعایت نکردن پروتکل‌های امنیت آزمایشگاهی بوده. گفته شده که ویروس توسط شخصی در آزمایشگاه به دوست پسرش و از اون طریق به بازار حیوانات شهر ووهان راه پیدا کرده. شما هم اطلاعاتی مشابه از مقام‌ها دریافت کردید؟ یه همچین چیزی نمیخوام بگم، ولی هرچی بیشتر میگذره روایت‌های بیشتری در این باره میشنویم. باید ببینیم که واقعیت چیه. نکته دقیقاً تو همون منابع مختلفیه که گفتی. ما داریم روایت‌های متفاوت رو به دقت بررسی و آزمایش میکنیم تا به حقیقت پشت این ماجرای وحشتناک دست پیدا کنیم. ساعتی پس از این پاسخ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگار شبکه فاکس نیوز، روزنامه واشنگتن پست آمریکا گزارش مستندی منتشر کرد از هشداری که دو سال پیش مقام‌های سفارت آمریکا در پکن درباره یک آزمایشگاه حساس در ووهان چین دریافت کردند.
با این مضمون که انستیتوی ویروس شناسی ووهان که بر روی ویروس هایی با منشأ خفاش تحقیق می کند مدارج امنیتی حساس را رعایت نمی کند. سپس سفارت آمریکا در اقدامی بی سابقه دو دیپلمات بخش علمی خود را به انستیتوی ویروس شناسی ووهان می فرستد برای تحقیق درباره میزان رعایت نکات احتیاطی. در گزارشی که دو سال پیش 19 ژانویه 2018 پس از بارها مراجعه به آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان منتشر شد چنین آمده: آزمایشگاه ووهان مشکلات جدی دارد. این آزمایشگاه کمبود نیروی انسانی تعلیم دیده دارد و سرمایه گذاران آن باید برای ادامه کار نهایت احتیاط را به خرج دهند. آزمایشگاه بر روی نوعی ویروس کرونا از ریشه سارس در خفاش تحقیق می کند که می تواند باعث بیماری مشابه سارس برای انسان شود. با وجود این اطلاعات هنوز نمی توان گفت که منشأ ویروس کووید 19 امروز به آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان و نتایج تحقیقات دو سال پیش سفارت آمریکا در چین مرتبط باشد. حتی اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد هم به معنای عمدی بودن گسترش این ویروس توسط دولت چین و یا آزمایشگاه ووهان نیست. دکتر امین مقدم متخصص ایمنی شناسی در لندن: وقتی ما ژن این ویروس رو مطالعه می‌کنیم چیزی توش نمی‌بینیم که این ویروس رو به عنوان سلاح آماده کرده باشن. از طرف دیگه ویروس‌ها رو ما تو آزمایشگاه‌ها یه مقدار روش تغییر می‌دیم، کارهای مختلف روش می‌کنیم برای اینکه راحت‌تر بتونیم باهاش کار کنیم. روی سلول‌های انسانی بتونیم اونها رو کشف بدیم، منتقلشون کنیم و انواع آزمایشی که می‌خوام انجام بدیم. بنابراین بله، این ویروس ممکنه که توی آزمایشگاه استفاده شده باشه و به هر حال با یک اشتباه و یا پایین بودن امنیت درست اون آزمایشگاه ممکنه که اومده باشه بیرون، ولی در حال حاضر ما هیچ کدوم از گزارش‌های علمی که داریم این رو تصدیق نمی‌کنه. دانستن اینکه این ویروس ریشه در آزمایشگاه ووهان دارد یا خیر چراغ راهی میتواند باشد برای محققان که به دنبال واکسنی برای مقابله با این بیماری هستند. اینکه آزمایشگاهی که بر روی این ویروس تحقیق میکرد شاید اطلاعات بیشتری هم برای مقابله با آن در اختیار داشته باشد. هرچه هست دولت چین همچنان مصر است که منشأ ویروس بازار تره حیوانات ووهان است. بازار تره حیوانات در ووهان کاملا ضد عفونی شده و اطلاعات بیشتری نمیتوان از آن به دست آورد. آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان سکوت کرده. تحقیقات در چین در این زمینه بدون مجوز دولت منتشر نمی شود و در طرف مقابل هم دولت آمریکا از اظهار نظرهای بی‌محابانه درباره منشأ این ویروس پرهیز می کند تا مبادا به گفته کارشناسان کمک های درمانی چین به سایر کشورها از جمله ایالات متحده برای مقابله با این ویروس قطع شود. گزارشی بود از ناصر مدنی و حالا هم برنامه رو ادامه میدیم با چند خبر کوتاه از ایران در ایران در یک نگاه. چشمانداز بامدادی رو از بی بی سی در لندن میشنوید. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. سازمان برنامه و بودجه گزارش تفریق بودجه سال 1397 که دیوان محاسبات تهیه کرده مقدماتی، یک جانبه و ناقص خوانده. رئیس دیوان محاسبات ایران چهارشنبه گذشته گزارش تفریق بودجه سال 1397 را که به نحوه مصرف منابع قانون بودجه دو سال پیش پرداخته در مجلس قرائت کرد. حالا سازمان برنامه و بودجه میگوید آماده است تا شبهات ایجاد شده بر اثر این گزارش را رفع کند. گزارش دیوان محاسبات که نهادی زیر نظر مجلس است، مدعی است 4 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی که قرار بوده صرف واردات کالاهای اساسی شود، گم شده. مسئله‌ای که دولت قبول ندارد. این گزارش همینطور میگوید 241 نفر در دولت حقوقی بیش از آنچه سقف حقوق قانونی تعیین شده دریافت کردند. پیشتر رئیس جمهور این گزارش را 100% غلط و نشانه بی اطلاعی محض خوانده بود. رئیس کل بانک مرکزی هم میگوید پرونده بعضی از کسانی که این ارزها را گرفتند در دست سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضایی است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از ایران خواستند با توجه به خطر ابتلا به کرونا زندانیان عقیدتی و دوتابعیتی را آزاد کند.
در این نامه که روز جمعه منتشر شد به طور خاص درخواست آزادی نسرین ستوده، نرگس محمدی و آرش صادقی و همینطور زندانیان دوتابعیتی نظیر احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی و مراد طاهباز شهروند ایرانی آمریکایی و بریتانیایی مطرح شده. در این گزارش اشاره شده که نرگس ستوده وکیل زندانی بیش از یک ماه است اعتصاب قضا کرده. نویسندگان این نامه همینطور از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند برای کاهش تحریم ها علیه ایران و دسترسی سیستم بهداشتی به تجهیزات مورد نیازش تلاش کند. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین اسماعیلی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته نیمی از زندانیانی که او امنیتی خوانده نیز شامل مرخصی به دلیل شیوع کرونا شده اند و کسانی که آزادی آنها به موجب قانون ممنوع بوده یا آزادی آنها امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی شهروندان را به مخاطره می انداخته اجازه مرخصی نداشتند. حالا بریم سراغ فرشته قاضی و بخش دوم مرور روزنامه‌های امروز تهران. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با ضرورت فعالیت علمی ذیل نهادهای تخصصی از همدلی در انتظار آزادی از اعتماد و در نهایت هم بزرگتر از سرنوشت از شرق. مطلب روزنامه همدلی انتقادی است به اختراع جدید سپاه پاسداران برای این اختراع برای مقابله با کرونا، درسته؟ همینطور هست. مسعود بلادری در این روزنامه نوشته اگرچه عدم تایید وزارت بهداشت و درمان و نهادهای علمی رسمی نشان دهنده وضعیت علمی این اختراع، ولی سوال اینه که چرا باید برخی نهادها درگیر فعالیت‌هایی بشن که با ذات و اختیار قانونی نهادهای دیگه در تداخل و تضاده و اگر برخی مسئول نظام بنا دارن با بودجه به تمام فعالیت پژوهشی و علمی به فرض مقابله با کرونا انجام بدن، آیا خواستگاه این فعالیت باید یک نهاد نظامی باشه یا یک نهاد علمی پژوهشی که توسط قانون به منظور همین پژوهش‌ها تأسیس شده؟ نویسنده روزنامه همدلی ادامه داده که دانشمندان مستقر در این نهادها اگر در صدد دستاوردی برای ملت ایران هستند، شایسته است مکلف شوند پژوهش‌های علمی خود در باب کرونا رو به فضای وزارت بهداشت و درمان منتقل بکنند. روزنامه اعتماد نوشته در انتظار آزادی که منظور زندانیان محیط زیستیه که بیشتر از 2 ساله به مرخصی نیامدن. ثمر فاطمی در این روزنامه نوشته با وجود اینکه برخی زندانیان سیاسی امنیتی به دلیل شیوع کرونا از سوی دستگاه قضایی به مرخصی رفتن، اما فعالان محیط زیست که حدود 2 سال در بازداشت موقت بودند مشمول این مرخصی نشدند. 8 فعال محیط زیستی که از میان اونها فقط عبدالرضا کوپایی تونسته بعد از 2 سال بازداشت موقت به مرخصی بیاد. خانم فاطمی به وضعیت پرونده های این فعالان محیط زیستی اشاره کرده و اینکه حداقل 3 نفر از اونها به دلیل اینکه حکمشون کمتر از 10 ساله مشمول آزادی مشروط هستن و پس از تحمل 1/3 از مجازاتشون میتونن از آزادی مشروط استفاده بکنن. و بعد هم روزنامه شرق که در مورد امیر رائیفرد روزنامه نگار نوشته که بر اثر سرطان فوت کرده. شهاب‌الدین طباطبایی در این روزنامه نوشته بعضی ها با ترکیب بودن و نبودنشون تصویری عمیق‌تر و واقعی‌تر از زندگی و مرگ برای ما می‌سازند که امیر رائیفرد از اون جمله بوده. همونقدر که با سرنوشت فناپذیرش کنار اومده بود، شوق ماندگاری داشت و دوستش با خدا چنان بود که اعتقادش به بی‌ارزش بودن دنیا او رو به بیهودگی نکشانده بود. او رو آزاداندیش کرده بود و با خندیدن به درد رنج زندگی رو به شوخی گرفته بود. چنان از شوق زندگی سرشار بود که شوخ طبیعاش بر لب هر کدوم از ما که بر سر هیچ اخم کرده بودیم خنده می آورد. امیر وقتی رفت که بزرگتر از سرنوشتش شده بود. فرشته قاضی و روزنامه امروز صبح تهران. نگاهی بندازیم به چند تا از پیام های شما در فیسبوک. بهروز نوشته دمش گرم، آلمان تنها کشوری بود که نشون داد بی خود و بی جهت اقتصادش پیشرفت نکرده، نشون داد مدیرانش مدیران لایقی هستند. و بعد نوشته ببخشید این هم باز تکرار همون صحبت قبلیشه. و بعد عزیزه نوشته که مهم آگاهی بین‌المللیه که مردم خوشبختانه متوجه شدن که پیرامون آنها چی میگذره، مهم اتحاد جهانیست و قدرت‌ها رو در مقابل مردم ضعیف‌تر کنند. و در یه جای دیگه باز عزیزه نوشته والا کمی استراحت کردیم، لازم داشتیم زندگی ماشینمون برگشت به زندگی عادی. من الان بعد از ساعت‌ها کار در آمریکا مثل ایرانی‌ها دیر بیدار میشم، دیر نهار میخورم، دیر میخوابم و فیلم و سریال میبینم و وگرنه هرگز وقت نداشتم.
بریم به سراغ تلگرام. دکتر جواد نوشته سعدی میگوید سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. اینکه مردم همه جا به اجبار ماسک بزنن جلوی انتشار بیماری کرونا رو میگیرن، با هر نوع ماسکی قابل دست یافتن است. بعد علی نوشته حکومت ما که اینقدر از آمریکا بد میگه هیچ کمکی برای در خانه ماندن مردم برای نجات از کرونا نکرد، ولی همین آقای ترامپ که مسخرش میکنن به هر نفر $1,200 و به کسب و کارها کمک مناسب کرده تا مردم آمریکا در خانه قرنطینه شوند و جانشان حفظ شوند. و سعید نمیشه اینکه روزنامه کیهان نزدیک شدن غیر معمول قایق‌های تندروی سپاه را به ناوگان دریایی آمریکا خط و نشان ایران برای آنها میداند، باید مشخص کند که این خط و نشان تا چه میزان به نفع منافع ایران خواهد بود. این هم نظر سعید بود. و حالا هم نوبت میرسه به خبرهای ورزشی امروز با کاوه مشکات. خبرهای ورزشی امروز رو با خبری در مورد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال شروع می‌کنیم. مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در گفتگو با یک برنامه رادیویی در ایران گفته که برای برخی از مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال پرونده قضایی تشکیل شده. به گفته آقای علی نژاد علت این امر و تشکیل پرونده قضایی عملکرد این مدیران در این دو باشگاه بوده و هنوز رأی نهایی رو صادر نکردن. و آقای علی نژاد گفته در زمانی که احکام قطعی در مورد این پرونده ها صادر بشه رأی رو اعلام میکنن. آقای علی نژاد در مورد روند خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم که این روزها بار دیگه در موردش صحبت میشه گفته که در هیچ جای دنیا یک نهاد دولتی باشگاه داری نمی کنه و به این نکته اشاره کرده که این دو باشگاه هیچ بودجه دولتی دریافت نمی کنن ولی بخشی از دولت هستن و این مسئله درستی نیست. و گفته که با توجه به مسائلی که در مورد خصوصی سازی این دو باشگاه مطرح شده، بخش خصوصی که خواستار در اختیار گرفتن این دو باشگاه هست ابتدا باید یک سازوکاری برای درآمدسازی این دو باشگاه پیدا بکنه و بعد خصوصی سازی در مورد این دو باشگاه انجام بشه. دیروز جلسه برگزار شد در مورد ادامه لیگ برتر فوتبال انگلستان. نتیجه‌اش چی بود؟ در جلسه دیروز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان متحد شدن بازی‌های باقی مونده این فصل رو به پایان ببرن. 92 بازی از فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلستان باقی مونده و باشگاه‌ها هم تصمیم گرفتن که هر جوری هست این فصل رو که به علت شیوع کرونا در بریتانیا به تعویق افتاده به پایان ببرن. در جلسه دیروز تاریخی برای پایان رقابت‌ها در نظر گرفته نشد، در حالی که گفته میشه برخی از باشگاه‌ها قصد داشتن که تاریخ 3 ژوئن یعنی دو ماه دیگر رو به عنوان پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان پیشنهاد بدن، ولی ظاهراً بحث اصلی این بوده که در حال حاضر این زمان مناسبی برای مطرح کردن این پیشنهاد نیست. نکته اصلی اینجاست که در بریتانیا مقررات و محدودیت‌های مرتبط با کنترل و پیشگیری ویروس کرونا حداقل برای 3 هفته دیگه تمدید شده، ولی بعد از اون هم مشخص نیست که وضعیت چگونه خواهد بود. در نتیجه سازمان لیگ برتر فوتبال انگلستان نمیتونه برنامه جداگانه‌ای از سایر بخش‌ها برای فوتبال و برگزاری بازی‌ها در حال حاضر داشته باشه و باید صبر بکنه و ببینه که دولت چه برنامه‌ای برای ادامه این وضعیت خواهد داشت. و حالا هم برنامه رو میسپاریم به علی همدانی و هفت شنبه این هفته. میگن همه خوبای عالم از جمله خودم اردیبهشتیان دلیل داره. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر، خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. از اردیبهشت گفتم، میخوام از یکی از اردیبهشتی‌ها بگم، شاید مشهورترین در میان ما فارسی زبان ها. دوره ای بود بین انقلاب و سالهای ممنوعیت موسیقی پاپ در ایران تا برقرار شدن امکانات گسترده ارتباطی بین داخل و خارج. در اون دوره در دهه 60 و 70 خورشیدی نسل من
یا با کاست ها و موسیقی های مانده از پیش از انقلاب زندگی میکردن، یا چشم به راه بودن تا کاست فروشی ها که تعدادشون خیلی هم کم شده بود، یا به طور کلی یواشکی تو کوچه خیابون کار میکردن، به دور از چشم مراقبان و ناظران کاست های کپی بی کیفیت از خوانندگان در تبعید ایرانی بیارن. یه سری از این هنرمندان یادگار سالهای رونق موسیقی پیش از انقلاب بودن، اما چند سال که گذشت صداهای تازه‌ای هم اومدن، صداهایی که شاید سالها طول میکشید بعد از شنیدن اولین ترانه‌ها که اصلا بفهمیم اینا کیان، اسمشون چیه. اگه نوار ویدیویی یواشکی زیر هزار لایه مخفی هم بهمون میرسید، میدیدیم این خواننده‌ها اصلا چه شکلی هستن. خیلی‌هاشون میومدن و میرفتن، اما اون دسته که موندن شدن پایه خاطرات ما، شدن باعث شادی‌های ما، همدم روزهای عشق و عاشقی نسل ما. این هفته تولد یکیشونه که خیلی همون دوستش داریم، از نه تنها در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در ازبکستان، در ارمنستان. امسال برای این هنرمند سال ویژه‌ای از این جهت که نامش رو بر ستاره‌ای حک کردند و در هالیوود در لس آنجلس گذاشتند، در بین مشهورترین هنرمندان جهان. خانم ها آقایان، دوم اردیبهشت آندرانیک مددیان با نام هنری اندی، 62 ساله میشه. شیطنت از چشم سیاد میریزه، عشق از اون قد و بلاد میریزه، خون خرابم میکنه وقتی که زلفای تو روشونه هاد میریزه. چه بد گله تو ایراز، چشات قشنگ و زیباز، لبات میمونه مثل شکوفه های گیلاز. قشنگ مهربونم، درد و بلاد بجونم، خدا کنه همیشه کنار تو بمونم. چشم بد از تو دور بشه الهی، چشم حسود خوب بشه الهی، دلم میخواد که یارم نمونی، به گوشم از عشق و وفا بخونی. و اینجا پیش رفتیم. اندی البته خودش ترانه تولد مبارک معروفی داره، اما بذار یکی دیگه از مشهورترین ترانه‌هاش رو براتون پخش بکنم که موجبات شادی هممون رو فراهم کرده. چقدرم قلم به سلمه دارم حرف میزنم، ترانه بلا. از ناز و کرشم است، نگاه کن جای پامون همون جا لب چشم است. بلندام بلندام، فقط من تو رو میخوام، میترسم که رقیبون سر راد بذرندام. بلا شیطون خودم، دشمنه جون خودم، قربون خوشگلیات دل داغون خودم، دل داغون خودم. بلا شیطون خودم، دشمنه جون خودم، قربون خوشگلیات دل داغون خودم، آخ دل داغون خودم. تو کمرم فراونه، نمیدونم کجا بریزم. بریم سراغ ترانه‌های تازه هفته اول از دنیا. ترانه شیطون. تا یه چی بهت میگم سری با هم لج میکنی، منو تهدید میکنی، میذاری میری را تو کش میکنی. میدونی که یه دندم، ولی بازم با این ها یه قدم میاسم تم جلو رو تو فش میکنی. آخر شیطون جوانی. از خر شیطون میا پایین، میا پایین.
تازه ترین ترانه های ایرانی. از هاتف به اسم فاصله تر روی جلد ترانه ی همون پوسترش دو عاشق ماسک به صورت در حال بوسیدن رو نشون میده، اشاره به حال و روزهای ما. فاصله تازه داره ما رو حریص‌تر میکنه، مگه دوری میتونه عشقا رو کمتر بکنه؟ فاصله تازه داره خاطر زنده میکنه، گاهی لحظه ها دلم حواس گریه میکنه. هستی به دل مهاجرت کن، از چشای خوشگلت مراقبت کن، هر جا هستی خوب مواظب خودت باش، هر چی غصه رو دلت هست زود ببر بذار. خانم شکیلا همین ترانه رو منتشر کردن، یاد من باشد مهربان باشد. یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشد، بد نگویم به هوا و زمین، مهربان باشم با مردم شهر، خانه بخش برنامه هفتشنبه این هفته خاطر انگیزی از دوران پرهیجان موسیقی پاپ ایران پیش از انقلاب، شاید عاشقانه ترین ترانه لیلا فروهر، شعری از سما میرافشار، آهنگ و تنظیم هر دو از انوشیروان روحانی. لیلا این ترانه رو برای فیلم خونده. توی چشم عاشق من توی پیدا، توی پیدا، توی خونه دل من توی تنهای تنها. ترانه انتظار رو بشنوید با صدای لیلا فروهر تا هفته بعد. مثل گندمای تشنه بارون بهار رو میخواد، بی تو مرگ من یقینه، تب انتظار رو میخواد، توی چشم عاشق من توی پیدا، توی پیدا، توی خونه دل من توی تنهای تنها، توی چشم. به این ترتیب به پایان چشم‌انداز بامدادی امروز میرسیم. همراه با همه همکاران در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتان خوش.